هر چیزی به نظر من با تاریخچش قشنگه. وقتی داریم توی زمینه ای فعالیت میکنیم که اسمش قهوه است، با تاریخچش هم بدون. میشه گفت همه چیزو ما مدیون یه بز. یه بز شیطون که تو گله یه چوپونی بوده به نام کالدی. این دیده وقتی که بزاش میرن توی یه منطقه خاصی، یه میوه‌های خاصی رو میخورن، اون میوه رو که میخورن شب اکتیوتر، فعالتر و توی آغل خودشون نمیخوابن. براش جالب میشه که این میوه چیه؟ میاد خودش یه جوری این میوه رو امتحان میکنه. وقتی که کالی اون میوه رو امتحان میکنه، میبینه چه انرژی خاصی بهش میده. برای که بفهم این میوه حلاله یا حرامه، این میوه رو میبره کلیسا و پیش پدر روحانی، پدر روحانی این میوه حلاله یا حرامه، من وقتی میخورم انرژی میگیرم. خب قطعا هر چیز جدیدی توی مذهب حروم به نظر میرسه. میگه این میوه میوه شیطانیه، هیچ چیز الهی به شما این انرژی فعال رو نمیده. اینقدر عصبانی میشه که اون میوه رو میرزه داخل شومینه و وقتی اون میوه شروع به سوختن میکنه، بوی خوبی که ازش میاد، میگه نه، این یک میوه الهیه و از بهشت اومده، بوی بهشت رو میده. اینقدر این بو براش جذاب بوده. قشنگ مشخص نیست که چه روندی طی شده، چه اتفاقی افتاده که یه نفر اومده پوست میوه رو کنده، خشکش کرده، بهش بو داده، آسیابش کرده، آب ریخته روش. ما یک داستانهایی هست. شواهد نشون میده اوایل اتیوپی میوه قهوه رو به صورت سوپ یا یک معجون عطاری، یک چیز طبی استفاده میکردن، استفاده پزشکی براشون داشته. حالا چجوری از اتیوپی وارد کشورهای دیگه میشه باز هم دقیق مشخص نیست، اما این وسط اسلام خیلی به ما کمک کرده. بذار از اینجا شروع کنم. توی دین اسلام نشستن دور هم و خوردن نوشیدنی الکلی، یعنی نوشیدن نوشیدنی های الکلی ممنوع بوده. پس باید یک چیزی جایگزین بوده. وقتی افراد جامعه دور هم جمع می شدن، یک نوشیدنی باید این وسط می بوده. یه سری شواهد هست که نشون میده اولین کافه تو سال 1475 تو قسطنطنیه به نام قهوه خونه کیوا هان بوده، اما دقیق مشخص نیست. اگر این صحت داشته باشه، قهوه از یمن وارد جامعه شده، ولی میدونیم گسترش قهوه از طریق کافاها بوده. کافاها چی بوده؟ مجامعی که مسلمان‌ها دور هم جمع میشدن، از علم میگفتن، از طب میگفتن، از سنت میگفتن، و چون نوشیدن نوشیدنی های الکلی ممنوع بوده، باید یک نوشیدنی جایگزین پیدا میکردن که یه حس سرخوشی بهشون بده. اوایل با چای و دمنوش‌های طبیعی بوده که بعد به مرور زمان با گسترش اسلام با قهوه آشنا میشن و یک نوشیدنی که باعث میشده سرخوش بشن، شاد بشن و بتونن بیشتر صحبت کنن. اسلام قهوه رو توی خیلی از کشورهای دیگه گسترش داد، جوری که خیلی از تاریخدان‌ها میگن ما تمدن و پیشرفت امروزی رو مدیون قهوه هستیم. چطور؟ توی کشورهای اروپایی اگر یکم تو تاریخ جستجو کنیم، میبینین خیلی بهداشتی وجود نداشته، پیدا کردن آب سالم هم خیلی سخت بوده. بعد چی کار میکردن؟ باید یک نوشیدنی جایگزینی به جای آب مینوشیدن. فکر کن یک جامعه بزرگ که همه از زن، کودک، بزرگ و پیر دارن آبجو میخورن. چرا آبجو؟ چون آبجو 95% آبه و به خاطر تخمیری که انجام میشه دیگه میکروبی نداره و مجبور بودن یه جامعه بزرگ آبجو استفاده کنن. پس یه جامعه یا مست بودن یا خمار. این جامعه فکر حرکت به سمت جلو رو به خودش نمیده. چجوری اروپایی ها با قهوه آشنا میشن خیلی مشخص است، اما یه روایتی هست میگن که وقتی ونیزی ها میان به ترکای عثمانی حمله میکنن و خونه هاشون آتیش میزنن، یه بوی خوبی از این خونه ها میزده بیرون. تا دهه 1600 هنوز اروپایی ها با قهوه آشنا نشده. اوایلی هم که قهوه وارد اروپا میشه استفاده دارویی داشته، نه استفاده عامیانه. حتی تا سال 1645 قهوه از ونیز مبادله میشده، ولی خود ونیزیا هنوز کافه‌ای برای استفاده قهوه نداشتن. اولین کافه تو سال 1652 تو لندن افتتاح میشه که بعد از اون خیلی مردم ارتباط میگیرن با کافه و قهوه خوردن. ولی واقعیت اینه گسترش کافه به خاطر صنعت مد تو پاریس بود. وقتی لویی 14 با قهوه آشنا میشه، عاشقش میشه و سعی میکنه قهوه خونه ها رو توی پاریس زیاد کنه به خاطر تاثیر مد توی جامعه. نمیشه بی خیال تاثیر شهر وین هم روی فرهنگ قهوه خوری شد. احتمالاً کلمه بلو باتل رو شنیدید یا بطری آبی. اولین قهوه خونه ای که توی وین بوده. حالا داستانش واقعیت داره یا نه چون نمیدونیم براتون تعریف نمیکنه. اما رفت جلوتر، همیشه سیاست و مذهب توی نوشیدنی و غذای مردم
تاثیرگذار بوده. توی اروپا و آمریکا نوشیدنی محبوب مردم چای بوده. اما تو اتفاقی که به اسم مهمونی چای 1773 شناخته میشه، سال 1773 آمریکایی‌ها برای مخالفت با بریتانیای کبیر میان توی بندر بوستون به کشتی‌های حامل چای حمله میکنن و تمام چای رو به دریا میرسن و برای مخالفت بیشتر با بریتانیایی‌ها قهوه رو نوشیدنی ملی قرار میدن. دستشون درد نکنه. اصل نوآوری‌های راجع به قهوه توی آمریکا شکل میگیره، جوری که قهوه رو نوشیدنی توی هر خونه میدونستن. سال 1973 یه شرکتی به نام برادران هیل میاد قهوه رو توی کنسیلرای یا یه قوطی‌های خلایی میفرستاده جاهای مختلف و باعث می‌شده قهوه خیلی ارزون و مقرون به صرفه توی هر خونه پیدا بشه. اما یه ایراد بزرگی که داشته، رستری‌های کوچیک صدمه می‌دیدن چون میتونسته ارزون‌تر از اونا به مردم ارائهش کنه. اینقدر قیمت قهوه و رقابت سر قهوه زیاد میشه که قهوه یه زمانی حتی کشتش دیگه مقرون به صرفه نبوده. بعد از اون اسپشیالیتی کافی یا قهوه تخصصی معرفی میشه. یک سال بعد از اون یه شیمیدان ژاپنی به نام آقای ساتوری کاتو میاد قهوه محلول فوری یا اینستنت کافی یا قهوه‌های چی بهش میگن؟ قهوه فوری که امروزه به اسم نسکافه میشناسیم رو معرفی میکنه. قهوه‌ای که سریع توی آب حل میشده و میتونستید نوش جانش بکنید. و چرا مردم ما به اسم نسکافه میشناسنش؟ برای که مثل تاید، مثل ریکا، اولین شرکتی که تولید میکنه قهوه فوری رو شرکت نسکافه بوده و هنوز که هنوزه ما قهوه فوری رو به اسم نسکافه میشناسیمش. خیلی اتفاقات توی تاریخ افتاد تا قهوه امروزی به دست ما برسه. خیلی اختراع داشتیم تا به اسپرسو ساز امروزی برسیم. اما استارتش از سال 1884 زده شد، زمانی که آقای لوئیزی بیتزرا میاد اولین قهوه سازی که شبیه به قهوه سازهای امروزی هست رو معرفی میکنه. اما نسل بعدی قهوه سازها رو آقای گاگیا معرفی میکنه که فشار بیشتری رو وارد میکنه. توی ویدیوی قبلی راجبش صحبت کردیم و کریمایی که شما اینقدر عاشقش هستید رو مدیون آقای گاگیا هستیم. همه این اتفاقات باعث شده که قهوه امروزی به دست ما برسه، از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا سیاست، مذهب. برای که ویدیوی آموزشی رو بتونیم مدام ببینی، قراره از ابتدا یعنی تاریخچه صحبت کنیم، از اسپرسو صحبت کنیم، از قهوه تخصصی صحبت کنیم، همه اینا. برای که اینا رو از دست ندی، لایک کن این ویدیو رو، سابسکرایب کن، اون زنگوله بالا رو بزن تا به محض که ویدیو میاد تو هم ببینیش. هر هفته یک ویدیو برای شما.